سپاسگزارم که این امکان رو مثل همیشه فراهم کردید که من با شما دوستان با یکدیگر گفتگو بکنیم. و همونطور که میدونید 14 مرداد سال روز انقلاب یا قیام یا جنبش مشروطه هست، با یاد و گرامی داشت همه تلاشگران و جانباختگان این جنبش، کسانی که پیش از این آغازگر عصر روشنگری برای ایران بودند، برای ایرانیان بودند، و همه کسانی که در این راه برای آزادی و عدالت و برابری جان باختن، گرامی می‌دارم و امیدوارم که نگاهی که به تاریخ از این منظر صورت می‌گیره، دوستان و عزیزان او رو حقیقت مطلق ارزیابیش نکنند و اینکه نگاهی به تاریخ، یک گوشی از تاریخ، و متاسفانه همونطور که چند وقت پیش هم گفتم، تاریخ در میهن ما متاسفانه توسط حاکمان مکتوب شده و اون چی که باقی مانده کمتر به وجوه ظلم یافتگان اختصاص داده شده و اون جایی که ظالمان خواستند مظلومان رو به نوعی بر علیه خودشون نشان بدن، اونها رو تحت عناوین شورشگر، یاغی و یا ملحد، کافر و در مورد هممیهنان بابی در آن زمان و بعدا هممیهنان بهی و بهایی به عنوان فرقه زاله نام میبرند. تلاش خواهم کرد نقش هممیهنان بابی و بهایی رو در اون مقطع از تاریخ که چه نقشی داشتند و با اونها چگونه برخورد شد و بالاخره چرا این گونه در تاریخ منعکس شده که بهاییان با انقلاب مشروطه سر سازگاری نداشتن و اونها رو به دستگاه قدرت نسبت میدن. باز هم تاکید میکنم این بیان نه به خاطر خوش آمد شما، بلکه جمع‌آوری شده از گوشه های از تاریخ است. ممکنه موافقین مخالفینی داشته باشه، ممکنه عرایض بنده رو سراپا قابل نقد و نادرست بدونن، ممکنه بعضی از دوستانم تایید بکنن. به هر حال چیزی نیست که من از خودم ایجاد کرده باشم و سعیم بر این بوده که تمامی مواردی که خدمتتون عرض میکنم مستند به منابع و مراجعی باشه که قابل دسترس هست. پس اگر نقدی و انتقادی هست، بنده تا اونجایی که میتوانم نسبت به بیان خودم مسئول و پاسخگو هستم، ولی اگر به اصطلاح نقد به اون منابعی است که بنده استفاده کردم، طبیعی است که باید اون نویسنده یا نویسندگان پاسخ گوش باشن و من هم تلاش میکنم در این عرصه راه حلی براش پیدا بکنیم. خدمتتون عرض کنم که در نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه که یکی از شاهان قاجار بود، قدرت و سلطه فزاینده‌ای که در اون دوران به اصطلاح غالب شده بود بر جو میهن ما، فکر میکنم کمابیش دوستان و عزیزان ازش اطلاع دارن و این سلطه و این قدرت به تنهایی توسط ناصرالدین شاه صورت نمیگرفت، بلکه به موازات و در بعضی از شرایط همگاه با سلطه و قدرتی که ناصرالدین شاه اعمال میکرد، دستگاه حکومت مذهبی که همواره به عنوان تأیید کننده و مشروعیت بخش به سلطنت و قدرت در ایران بوده، به اون قضیه کمک میکرد. که در این رهگذرم من تلاش کردم به مسئله وجود دین و مذهب در ایران
از دوران صفویه در اون تحقیقی که انجام دادم و شاید بعضی از دوستان مطالعه کردن اشاره داشته باشم که از دوران صفویه نهاد دین به موازات و گاهی مخلوط با قدرت و حاکمیت سلطه در ایران همواره وجود داشته. در اون دورانی که ازش نام میبرم، بالاترین مرجع و رکن دینی ملا علی کنی بود و شیخ مرتضی انصاری دومین فردی بود که به اصطلاح در میان اهل تشیع و مذهبیون و روحانیون و علما به اصطلاح صاحب نفوذ بودند. میرزای شیرازی که به واقع او رو نسبتش رو عموزاده پدر باب قلم داد میکنن، به دلیل وسعت نظری که داشت توانست از این دو نفر یعنی ملا علی کنی و شیخ انصاری پیشی بگیره و سامره که در عراق فعلی هست و حتما دوستان شنیدند که هر وقت میخوان یک چیزی رو ضرب المثل بزنن در ایران میگن گدای سامره، او رو به بزرگترین مرکز عتبات عالیه تبدیل میکنه. در این رهگذر وضعیت سامره آنچنان رونق میگیره که عموم شیعیان در اون دوره به اونجا جذب میشن و طبیعتا وجوه سهم امام و موضوعاتی از این دست از اقصا نقاط دنیا به سامره سرازیر میشه. این دستگاه مذهبی یا نهاد مذهب و دین به تبع همین قضیه میاد و در نیمه دوم دوران ناصری یا ناصرالدین شاه و استفاده میکنه و امکانات خودش رو گسترش میده، توسعه میبخشه و در همین راه به جهت اینکه هم دارای قدرت از پیش بوده یا نفوذ از پیش بوده و هم سهم امام و امکانات مالی که از طریق مسلمانان به سامره میمده بخشش به ایران میرسید، توانست قوه قضاییه اون وقت رو که به صلاح عدلیه یا عدالت خانه بود با اون سیستمی که دیوان خانه بهش میگفتن به صلاح به دست بگیره. روحانیون و علما در این دوران به منصبها و رده‌های مختلف حکومتی نفوذ می‌کنند و هر کدوم علاوه بر اون مواردی که خدمتتون گفتم حقوق بگیری می‌کنند و باز و بیشتر و بیشتر به اصطلاح به نقش خودشون و جانوری نیرو کمک می‌کنند. بدین ترتیب وضعیت علما و روحانیون در این دوره به اصطلاح یک وضعیت دیگری پیدا میکنه. دیگه اونها علمایی که اهل زهد باشن، تقوا باشن و یا موضوعاتی از این دست باشه نبوده، بلکه بیشتر به دنبال این بودن که چگونه میتوانند برای خودشون به اصطلاح جا و جایگاهی درست بکنن و از اون طریق بتونن سلطه خودشون رو بر حوزه هایی که برش هستن نفوذ بدن. و همین به دلیل همین نفوذ و قدرتی که این روحانیون و نهاد دین ایجاد کرد، برای نمونه به روحانیون متوسط الحالی که در اون دوران بودن، مثلا یکی حاج محسن مجتهد بود که فقط سال 25 هزار خروار گندم می گرفت
و 200,000 تومن هم مال اون زمان به اصطلاح پول املاک و مستقلات رو داشت. از قبل همین اون 5,000 تفنگچی و 3,000 تفنگچی و 5,000 قبض اسلحه داشت که خب و بیش از 30 زن. این یک نمونه هست که به اصطلاح اینها چجوری توانستند از قبل اون موضوعات خودشون رو به اصطلاح بیان خودشون رو نشون بدن. با این قضیه این رو گفتم که به اصطلاح اشاره‌ای داشته باشم به جایگاه و نفوذی که روحانیون شیعه در پیوند با قدرت و سلطه و شبکه‌ای رو که گسترش میدن چگونه توانستند در دوران مشروطه با اون وضعیت خودشون رو مطرح بکنن و توانستن از طریق نیروهای خودشون بخش زیادی رو از بین ببرن. اما این طرف قضیه وقتی که به اصطلاح نگاه میکنیم، ایرانیانی که از ظلم و ستمی که در دوره قاجار و فتواهایی که به اصطلاح از طریق روحانیونی که به مال و ملاک و املاک و مستقلات رسیده بودند، به گونه ای از ظلم جور و ستم اونها خسته شده بودند و فقط و فقط شاهد این بودند که عده‌ای رشد میکنند و عده‌ای روز به روز فقیرتر میشن، خسته شده بودند و عقب ماندگی کشور و عقب نگه داشتگی کشور خب برای یه عده‌ای که کمابیش آگاه تر بودن این قضیه بسیار مشکل تر بود. همینجا لازم هست داخل پرانتز عرض بکنم که به اصطلاح با وجود پیدایش و شکل‌گیری گروه شیخیه که بعدها باب که نگاهش رو به ظهور امام زمان یا وجود امام زمان به عنوان غایب به گونه دیگر مطرح میکرد، باب توانست دیدگاه های خودش رو که مبتنی بر بنیادهای گروه شیخیه بود پایگذاری بکنه و به همین دلیل به خاطر جور و ستمی که درباریان و روحانیون شیعه میکردن، دیدگاه ها و نظرات باب توانست در مدت کوتاهی فراگیر بشه. هسته مرکزی و اصلی اندیشه های باب که بعدها تحت عنوان جنبش بابی نام برده شد، به اصطلاح چهار اندیشی و تلاش از سوی خود برای خود بود. به عبارت دیگر اگر بتوان اندیشه های باب رو نه در حوزه های دینی و مذهبیش بلکه در حوزه های اجتماعی به اصطلاح خلاصه کرد، خیلی خیلی خلاصه کرد، اینه که علت عقب ماندگی و ظلمی که از سوی دستگاه های ظلم که حکومت قاجار بود و روحانیونی که با این حکومت پیوند خورده بودند به اصطلاح مقابله با ظلم و پشت کردن به فتاوا و مورد مواردی بود که روحانیون همواره و همواره برای حفظ قدرت مردم توصیه میکردن. به همین دلیل روشنگری یا به عبارتی ورود به عرصه، یا بهتر این گونه بگم، ورود به عرصه پشت پا زدن یا پشت نهادن یا جلو افتادن یا عبور کردن از بافت سلطه و شریعت، علاوه بر 5-6 روشن فکر یا منور الفکر که در اون دوران ازش نام میبرن، ملکم خان و دیگران، اندیشه باب رو در این در این مقطع در حوزه های پیوند مذهبی و اجتماعی بسیار ارزشمند میدونن و به همین دلیل نیروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطه با انگیزه های متفاوت تو این کارزار ورود کنن.
طبیعتا گروهی از روحانیون با توجه به فرصت طلبی و بعضن با توجه به اینکه بعضی هاشون هم در کنار مردم بودن به فکر محدود کردن قدرت دربار میفتن برای خودشون و درباریان برای آزادی بیشتر بخشی از درباریان برای آزادی بیشتر در مقابل روحانیون در انقلاب مشروطه شرکت میکنند و چون در این رهگذر اصولا عامه مردم درک درستی از مشروطه نداشتند نمیدانستند که اساسا مشروطه یعنی چه و چگونه هست که گروهی از درباریان از یک سو و گروهی از روحانیون از سوی دیگر در این قیام در این انقلاب شرکت میکنند و ولی هدفی که بعدها از یا به مرور زمان در انقلاب مشروطه شکل گرفت یا در روندی که حاکم بود این بود که عدالت خانه تشکیل بشه، خودسری ها تو محاکم شهر پایان داده بشه و احکام عرفی جای احکام شرعی رو بگیرن. انگیزه همونطور که عرض کردم بخشی از روحانیون در انقلاب مشروطه شرکت فعال داشتن همونطور که بخشی از شاهزادگان و درباریان بودن. انگیزه بخش بزرگی از روحانیونی که فعال شدن در انقلاب مشروطه همونطور که عرض کردم محدود کردن قدرت شاهزادگان و درباریان و حکام درباری بود و اونها اساساً و ابداً نگاهی به تشکیل مجلس و وضع قوانین به صورت قانونمند و قانونیت بخشی به جای شریعت نگاه نمی کردن. از همین منظر روحانیونی که در جنبش مشروطه یا انقلاب یا قیام حالا هر چیزی که دوستان فکر میکنن مشارکت داشتن و شرکت داشتن دو گروه بودند. یک گروه روحانیونی که طرفدار مشروطه به عنوان حکومت قانون بودند مثل ملا کاظم و خراسانی و پیروانش و گروه دیگری که طرفدار مشروطه مشروعه بودند مثل شیخ فضل‌الله نوری و پیروانش. ناظم الاسلام در کتاب خودش در مورد گروه شیخ فضل‌الله این گونه میگه، میگه در جلسه ای در حضور شاه صحبت از مشروطه بود، سلطان العلماء عرض کرده بود این لفظ مشروطه را که منافی با دین است در زبان مبارک نیاورید. شیخ فضل‌الله گفت مشروطه خوب لفظی است، شاه دستخط مشروطه تا دادند، مشروطه باید باشد ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود نه هرج و مرج. از اون طرف آقای بهبهانی که حتما باز معرف حضور هست که یکی از سردمداران و روحانیون برآمد مشروطه بود، یعنی طباطبایی و بهبهانی رو به عنوان دو سید نام میکنن، از پادشاه میخواد که اگر 150,000 تومان رشوه بده شرایط خلع ید از محمد علی میرزا رو و رساندن به سلطنت رو فراهم میکنه. اما چون ظل سلطان پولی نداشت بنابراین نمیتونه یه چنین کاری بکنه. هدف بهبهانی و اونها رو میگفتن که شما غصب کردید. به باور این گروه از روحانیون تنها پادشاهان حق حکومت داشتن که از طرف روحانیون اذن سلطنت داشته باشن و بتونن به صلاح بر مردم سلطه و حکومت بکنن. از اونجایی که شاهان قاجار پادشاهان دوره قاجاری بیشتر به فکر مناسبات درونی و حفظ خودشون بودن و کمتر قدرت و شهامت برخورد با روحانی رو داشتن و اگر چنین کاری میکردن در به صورت بلواها و اعتصابها و بسنشینی ها صورت میگرفت، اونها هیچ چاره ای جز تسلیم شدن به خواست روحانیون نداشتن و به واقع روحانیون اون گروه که میخواستن از وضعیت گلالود و شرایط ماهی بگیرن و استفاده بکنن میومدن با
تفکر غاصب بودن حکومت به اصطلاح موجبات جدایی بین مردم و حکومت یا حاکمان رو فراهم میکردن. به همین دلیل بود که مردم ایران شاید تا به امروز هم که هست، یا حداقل بخش بزرگی از مردم ایران، دولت‌ها و حکومت‌ها رو حافظ منافع خودشون نمی‌دونن و دولت و حکومت رو طرفدار مردم نمی‌دونن. به همین دلیله که شاید در جامعه ما از دوران مشروطه تا به امروز یا پیش از اون هیچ تفکر و نگرشی مبنی بر قانون مدنی و نهادینه شدن مدنیت و اون شکلی که به اصطلاح مرسوم هست به وجود نیامده. وقتی صحبت از نهادینه شدن مدنیت میکنیم، مراد اینه که حقوق شهروندی رعایت میشه، حق فرد در انتخاب رعایت میشه، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رعایت میشه و هیچ کسی رو به خاطر داشتن عقیده، بیان و مواردی از این دست بازخواست نمی کنن، شکنجه نمی کنن، تحت تعقیب قرار نمی دن و بازداشت و زندانی نمی کنن. اون گروه از روحانیونی که به صلاح با آزادی بیان مخالف بودند و قانون و مدنیت رو یک سدی در برابر حالا دیدگاه‌های خودشون، مسائل شرعی و آموزه‌های شرعی می‌دونستند و حتی بعضی از اونها مفهوم و واژه آزادی رو جزو گناهان کبیره اعلام کرده بودند، اون به صلاح میان و آرام آرام خودشون رو گسترش میدن و همونطور که اعلام کردم، ملا علی کنی که به اصطلاح بزرگترین روحانی عصر ناصری بود، از مفهوم آزادی بعدها به نام کلمه قبیحه یاد میکنه و بخشی از مردم عادی رو برای حفظ بیزی اسلام و منافع درباریان به صلاح جانوری میکنه و بر علیه مشروطه خواهان با همدیگه متفق میشن. در همین دوران هست که بهائیان هم از طرف روحانیون و هم از طرف درباریان مورد حمله قرار میگیره. من برای اینکه خیلی طولانی نشه، اجازه بدید دکتر پرویز عزیز یک وقفه هم باشه، حالا شما هم با دوستان میتونید مواردی رو مطرح بکنید، هم اطاله کلام نشه، دوستان حوصله‌شون سر نره و همین که به اصطلاح من یه استراحت بکنم، شما هم یکم بلندگو رو داشته باشید. من از مخالفت روحانیون و دربار با بهائیان و بابیان با شما صحبت میکنم. مرسی. بله، با آنجا رسیدیم که یک نمایی از شکلگیری گستردگی قدرت و تسلط روحانیون و دربار رو مطرح کردیم و اینجا و آنجا اشاراتی به مسئله جناهایی که در مشروطه بودند و به اینجا رسیده بودیم که چگونه بهائیان و بابیان یا بابیان و بهائیان از طرف روحانیون و از طرف دربار مورد حمله قرار می گرفتند، چون همونطور که عرض کردم گروهی از روحانیون که دو دسته شده بودند و درباریان بخششون به دلیل تنوعی که در انقلاب مشروطه وجود داشت شرکت کردند. روحانیون برای ضربه زدن به مشروطه که عموماً نماینده این تفکر همون دیدگاهی بود که از سوی شیخ فضل الله نوری اعمال میشد و عنوان میشد، سعی میکردند که مشروطه رو بدون مشروعه یک فکر بابی بهایی و همه مشروطه خواهان رو و نه مشروطه خواهان مشروعه خواه رو بهایی معرفی کنند. استدلالشون هم این گونه بود که مشروطه خلاف شرع و مشروطه خواهان مخالف دین و شریعت نبوی هستند که هدف اینها از به زعم اونها کاملا روشن و مشخص بود که اینها به این وسیله میخوان به اساس دین ضربه بزنن و از این طریق به مردم
این گونه وانمود میکردن که مردم رو علیه بهاییان و بابیان تحریک میکنه. از سوی دیگر خود مشروطه خواهان هم نظر مساعدی به بهاییان نداشتند، چرا که گروهی از مشروطه خواهان یا که از سوی به صلاح دربار بودند اونها رو طرفدار دربار و مستبدین می دونستند. علت این بدبینی هم در دفاع بهاییان از نهاد حکومت یا تفکیک نهاد حکومت از نهاد دین قرار می دادند و می گفتند که بهاییان و بابیان اونها می خوان که نهاد حکومت در برابر روحانیون قرار بگیره و از این منظر با اونها مخالفت میکرد، در صورتی که این گونه نبود، همونطور که دکتر پرویز هم اشاره کردن، به واقع اون تفکر و اون موضوعی که در جنبش بابی شکل گرفت و حالا در ادامه اگر فرصت شد من نگاهی بهش خواهم داشت، اساساً مخالفت با یک نوع هیراشی قدرت بود. هیراشی قدرت چه در حوزه دین و مذهب که مذهب شیعه آمد و بعد از به اصطلاح خروج از دین توسط امام اول شیعیان بر اساس باورها، اعتقادات و احادیثی که بعدها اعلام کردند و دین رو از حالت سنت به صورت سلطنتی و موروثی و توارثی در آوردن، به واقع توانستن از طریق این و از طریق امامان و نائب امامان و بعدها که تفکر مهدویت و این داستان در مذهب شیعه شکل گرفت، به نوعی از طریق همین موضوعات هیراشی قدرت رو ایجاب بکنند. یعنی که در نهاد دین همواره احکام از بالا صادر میشه، خدایی هست، نایب هست و بعد از غیبت صغرا و کبرایی که در مورد حضرت مهدی بیان میکنن، میگن بعد از به اصطلاح غیبت کبرا بعد از اون نایبان و کسانی هستن که مرتبط هستن و اونها میان و این فرامین رو، این دستورات رو از جانب اون میارن. دستورات او عین دستور پیامبره، عین دستور خداست و از این طریق اون هیراشی قدرت رو ایجاد میکنن. از سوی دیگر خود درباریان هم به خاطر سلطه و قدرتی که میخواستن اعمال بکنن از همین هیراشی قدرت استفاده میکردن. پس بنابراین میبینیم که نهاد دین به دلیل وابستگی به باورهای دینیش و نهاد حکومت به دلیل وابستگی به قدرت و ظلم، هر دو از یک مفهوم به نام هیراشی قدرت استفاده میکردن. هایانی که از نهاد حکومت و قانونمندی در برابر روحانیونی که به اون شکل می اومدن مشروطه مشروعه رو مطرح می کردن دفاع می کردن، اینها رو مورد اتهام قرار بودن، ولی در واقع دفاع به نظر می رسه که دفاع بهایان از حکومت، نه از سلاطین و دربار و قاجار و که از ظلم و فساد باشه، بلکه همونطور که باز در تاریخ هست خود بابیان و بهایان ضربات و لطمات سنگینی از دوران قاجار خورده بودند، بلکه از قانونمندی و قوانین و عرف در برابر قانون شرع دفاع می‌کردند، قوانینی که حقانیت و مقبولیت خودش را از مردم می‌گیره و نه از اعتقادات دینی. و بر این اساس اگر قوانین حقانیت و مقبولیت خودش رو از مردم می گرفت، طبیعتاً مردم می توانستن هر زمانی که لازم هست حاکم رو حسب ظلمش یا دوره‌ای که داشت برکنار بکنن، ولی به دلیل پیوستگی نهاد قدرت و نهاد دین، این به واقع روحانیون بودند که بخش بزرگی مانع از سقوط حاکمان و ظالمان می شدند و اونجایی که با حاکمان و ظالمان موافقت میکردن، بیشتر و بیشتر نه از جنبه منافع مردم بلکه از نگاه وسعت سلطه خودشون بود. بنابراین من خودم شخصا با توجه به موضوعاتی که وجود داره موضوع رو اینگونه مورد بررسی قرار میدم. همونطور که عرض کردم جنبش باب دو
موضوع رو در آن واحد به صورت مشخص و معین مطرح کرد. یکی یک هیراشی مذهبی که در ایران از دوران صفوی شکل گرفته بود و با شکلگیری اندیشه مهدویت و تثبیت دستگاه روحانی به رشد و گسترش بیش از حدی رسیده بود، و دو هم هیراشی قدرتی که ناشی از سلطنت استبداد شاه بود و به این طریق توانسته بود با طرح اشکالات اساسی به این دو هیراشی بیاد و خودش رو، این تفکر رو گسترش بده. شاید به اصطلاح برای مردم عام، برای عوام، زمانی که جنبش باب در ایران شکل گرفت و ظهور به اصطلاح به نوعی امام زمان رو مطرح کرد، بیشتر به خاطر اون سبقه‌ای که عدالت خواهی و مصلح بودن از سوی تفکر مهدویت در ایران شکل گرفته بود، اون مطالبی رو که باب مطرح می کرد که هیراشی مذهبی از یک سو و هیراشی قدرت را از سوی دیگر به چالش می کشید، این تفکر عدالت خواه یا این نگرش عدالت خواه یا به عبارتی ظلم ستیز توانست هم وجه مذهبی برای این تفکر ایجاد بکنه و هم وجه اجتماعی در حوزه عدالت خواهی. به همین دلیل با این تفکر و شرایطی که از وضعیت دستگاه قاجار خدمتتون عرض کردم، انقلاب مشروطه با پیش زمینه هایی که براش به وجود آمد، روی مسئله به اصطلاح دولت های انگلیس و روس، مسئله باج و خراج، مالیات، قراردادهایی که به اصطلاح کمابیش بیشتر و بیشتر منافع خارجیان رو مورد نظر قرار میداد و ثروت زیادی رو از مردم ایران کم میکرد، و از سوی دیگر اون کسانی که بیشتر تحت فشار بودند و آسیب این قضایا رو میدن، نه روحانیون و درباریان بلکه بیشتر مردم عوام و مردم کوچه خیابان بودند. به همین دلیل بر اثر اون به اصطلاح اندیشه‌ای که جنبش باب ایجاد کرد و ارتباطاتی که گروهی از روشنفکران یا منورالفکران در ارتباط با فرنگ یا غرب داشتن، به فکر این افتادن که بیان و برای عبور از این عقب ماندگی و عقب نگه داشتگی چاره‌ای بیندیشن و به اصطلاح از این رهگذر بیان از این مسئله عبور بکنن. خب طبیعی است بر اثر تفکرات باب و بعدن بهاییان، یکی از علل اصلی عقب ماندگی جامعه ایران رو در تفکرات روحانیون شیعه و خصوصا دخالت نابجای اونجا و دخالت نابجاشون در عرصه سیاست و حکومت بود، و از منظر اونها زمانی که روحانیون در عالم سیاست دخالت میکنن یا عبارت دین با سیاست عجین میشه، ضرباتی رو که میتونه هم به خود دین و هم به مردم بزنه یک ضربات جبران ناپذیر است. خب تو این رهگذر میشه به دخالت محمد باقر مجلسی در اواخر دوران صفویه اشاره کرد و در زمان شاه سلطان حسین، و تو همین عرصه سعید نفیسی که تاریخ رو می نویسه اشاره داره در کتاب خودش که عهدنامه ترکمنچای ضرر معنوی بسیار بزرگی به ایران زد که هنوز ما گرفتار آنیم. ایرانیان کاملا مرعوب اروپا شده بودند. این فقط شاید یه بخش کوچیکی از نقشی بود که روحانیون در قراردادهای متفاوت به خاطر خارجیان و به خاطر وضعیت حفظ خودشون انجام میدادن. بنابراین برای رسیدن به حکومت قانون و تحقق نظام عرفی که هدف اصلی و قایی مشروطه خواهان بود، یک راه بیشتر باقی نمانده بود و اون هم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت بود.
لازمه که اینجا اشاره به این بکنم که استبداد چه در میهن ما و چه در تمامی کشورهایی که با این مفهوم، با این نظام، با این سیستم مواجه هستند، همواره بر دو پای اصلی شکل گرفته، استوار بوده. یک پایش تفکرات متحجرانه و عقب مانده‌ای بوده که به صلاح از اون طریق می اومدن حکومتگران طالب قدرت و ثروت رو مورد حمایت قرار می دادن و با تأیید اونها برای خودشون دنیا می خریدند و مردم رو تشویق می کردن که این حاکمان، که این حکومتگران همونایی هستن که حالا به نوعی یا خدا گفته یا فرمان دین بوده و الی آخر. بنابراین از این منظر، جایی که دین و مذهب میاد و در اشکال مختلف خودش رو در جامعه، در زندگی مردم نشون میده و اونها رو فرستادگان الهی میدونستن و از دوران صفویه همونطور که عرض کردم اینها طوری تو زندگی مردم عجین شده بودن که به واقع مشکلات جدی ایجاد میکرد، چرا که میزان سطح سواد، آموزش و آگاهی در اون دوران به حدی پایین و کم بود که خود حکومت هم به تبع اون مناسباتی که داشت و منافعی که داشت کمتر به این قضیه اهمیت میداد. بنابراین مکتب ها که در اون دوران شکل گرفته بود یا مکاتب قرآن و سواد از این محمل بود. بعدها میبینیم که با نضج گرفتن اندیشه هایی میاد و مسئله مدارس در ایران میاد و به گونه دیگه. میخوام این رو از این منظر عرض بکنم که اصولا اون چیزی که دشوار میکنه مبارزه با استبداد رو، که امروز هم حتی شاهدش هستیم، پیوند اون متحجرین با بخشی از جامعه است که اون گروه از مردم رو نسبت به آداب، رسوم، تعلیمات خودشون به گونه ای رفتار کردن که اون گروه فکر میکنن که اینها نمایندگان خدا هستند، نمایندگان برتر هستند یا انسانهای نمونه هستند. و از این منظره که اگر تحجر در حکومتهای استبدادی که همیشه یک پاش هست پایش رو سفت بکنه، با خود حاکمان به راحتی میشه مبارزه کرد. این که میگم به راحتی میشه مبارزه کرد، نمونهش در سال 57 دیدید که علارغم این که حالا جامعه ایران آنچنان هم جامعه خیلی گل و بلبلی نبود یا اصلا نبود، شاه به دلیل اینکه فقط یک حاکم بود و به نوعی به لحاظ شکل ظاهری جامعه رو به یک سمت دیگر هدایت کرده بود، نه بطن جامعه رو بلکه شکلش رو، به راحتی با یک سال دو سال تظاهرات، راهپیمایی برکنار میشه. ولی ما میبینیم که حکومت دینی 30 ساله که هنوز پا بر جاست. یعنی این که این رو نه تنها در به اصطلاح قدرت اونها، بلکه در پیوند اونها با گروه بزرگی از مردم هم باید در لحاظ کرد، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه اجتماعی. و از این منظره که به اصطلاح کار رو بسیار مشکل میکنه. نیروهایی که به اصطلاح مؤثر در انقلاب مشروطه به اصطلاح حضور داشتند و توانستند فعالیت بکنند، همونطور که عرض کردم هدف اصلی مشروطه خواهان اشاعه آزادی خواهی و بریدن و گسستن زنجیرهای اسارت بود و دومیش جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت. و طبیعتاً چون جنبش بابی و بهایان در این رهگذر همواره گفته بودند، بنابراین در اشاعه فکر آزادی و سوس کردن یکی از این دو پای استبداد که همون تحجر بود، اقدامات خودشون را انجام دادن. ولی همونطور که عرض کردم به دلیل بیسوادی، نبود مطبوعات و امکاناتی که امروز هست، این امکان فراهم نشد و گروهی از مشروط خواهان هم که به واسطه رفت آمدهایی که به غرب و فرنگ به زمان خودشون داشتن،
لزوم تغییرات رو در جامعه حس می کردم. و در مقابل این دو گروه روحانیون و دربار همواره مخالفت های خودشون رو به صلاح انجام دادن. گروهی با بیان می کنند که بالا من قبلا اشاره کردم که بهایان در عملا در انقلاب مشروطه شرکت نکردند. خود حضرت عبدالبها در نوشته هاش و در پاسخ هایی که به این قضیه داره بیان می کنند که اگر ما در انقلاب شرکت می کردیم به دلیل مخالفت هایی که روحانیون داشتند با بهاییت و جنبش بابی و مشروط خواهی رو نسبت داده بودن به بهاییان و از سوی دیگر درباریان هم به صلاح اون گروه از درباریان که بودن ما رو طرفداران این قضیه می دونستن، به هر حال قتل عام صورت می گرفت و عوارضی پیش می اومد که همین دستاوردهایی هم که وجود داره به وجود نمی اومد. اگرچه من خودم فکر می کنم انقلاب مشروطه و جمعه رسید و علارغم سالهای بعد از مشروطه و همه مظالم و دشواری ها رو که پشت سر گذاشت جامعهمون، ولی جامعه ما از اون حالت ایل و توایفی، از اون حالتهایی که صرف شریعت بخواد صحبت بکنه بیرون آمد و به صلاح توانست میخ خودش رو و اهداف خودش رو در جامعه تثبیت بکنه. مهم این هستش که امروز ما در جامعه با قانون مواجه هستیم. من راجع به کمیت و کیفیت قانون صحبت نمی کنم، اگرچه با قانون مواجه هستیم، ولی چه در دوران پهلوی ها رضا شاه و محمد رضا همون قانون مشروطه اعمال نشد یا اونگونه اعمال شد که به زعم خودشون بود، و چه بعد از انقلاب 57 که اساساً قانون اساسی تغییر کرد و قانون دیگری نوشته شد که اساس و بنیادش با به اصطلاح دین اسلام و مذهب شیعه است. در این رهگذر بودند که به اصطلاح نسبت به بهائیت و جنبش بابی نظراتی داشتند، حتی از میان روحانیون شیعه بودند که هم در ارتباط با حکومت نظر میدادند هم در ارتباط با اونها. همونطوری هم که عرض کردم یکی از اونها ملکم خان بود که در اون رساله معروفش صراط المستقیم سعی داره که شریعت اسلام با آزادی تخت تطبیق بده و به اصطلاح ملکم خان تو سفرهایی که به اصطلاح به اروپا داشت توانست سود قوانین به اصطلاح دادگستری یا عدل انصاف را از اونجا بگیره و اونها رو با اسلام چیز بود. و خود آقای آدمیت یا فریدون آدمیت در ارتباطش میگه که به اصطلاح اون سالهای سال از خودش جلوتر زندگی میکرد و در ادامه میگه که به اصطلاح ملکم خان قبل از ملکم بهاءالله گفته بود که ای دانایان امم، از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و به اسبابی که سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسک جویید. این یک بشر، عالم یک وطن و یک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه علت اتفاق است تمسک جویید. و یک چنین تفکر و تصوری رو خب به صلاح ملکم خانم با توجه به اون مواردی که در اروپا گفته شده بود میاد و اینها رو میشه در کنار همدیگه گذاشت. در این رهگذر و با توجه به همه به صلاح فراز و نشیب هایی که در انقلاب مشروطه شکل گرفت و به هر حال قانون شد و فرمان مشروطه صادر شد و بعدها قانون مشروطه نوشته شد و بعدا هم مسئله متمم، اما جامعه ما متاسفانه
نتوانست از اون تلاش ها، از اون ممارست ها، از اون پیگیری هایی که برای آزادی، برای عدالت، برای عدالت خانه بود، به باور من حظ کافی ببره. و بعدها دیدیم که در دوران قاجار با کودتای اسفند ما به زعم من یا اعلام شاهنشاهی رضا شاه از سوی بخشی از هممیهنان ما که باورمند به ایشان هستند، و در ادامه ایجاد سلسله پهلوی، همواره و همواره دیدیم که به اصطلاح روحانیون جایگاه خودشون رو داشتند، اینجا و آنجا باشون مخالفت هایی می شد، و به غیر از این گونه برای شما بگم، تو فاصله سالهای 1120 تا 32 که به عنوان عصر شکوفایی در تاریخ ما یاد میشه، تفکر بابی هیچگاه در میهن ما آزادی عمل نداشته، ولی بهاییان در یک دوره ای که از سال 20 تا 32 بوده از آزادی های نسبی بیشتری برخوردار بودند، و از اون به بعد دوباره حالا به نوعی از آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، و به واقع همون روندی که در انقلاب مشروطه بود، به دلیل اینکه اگرچه در اون دوران پیوند نهاد دین و قدرت یک پیوند اوریان بود و بهاییان مورد غضب قرار می گرفتن و بابیان اونگونه باشون رفتار می شد، این روند و این موضوع تداوم پیدا می کنه و بنابراین می بینیم که اون چیزی که جاش به صلاح خالی بوده، فارغ از باورهای دینی و مذهبی و اعتقادات به صلاح آسمانی، اون عنصر عدالت خواهی است یا عنصر برابر خواهی است که در جنبش بابی شکل گرفت و بعدها توسط بهاییان در قالب یک آیین و دیانت جدید معرفی شد. و به این ترتیب انقلاب مشروطه، تأکید کردم، اگر به نظر من به هدفش رسید، ولی بعدها در روند خودش به شکست منتهی شد. و طبیعی است که اگر مشروطه رو به عنوان گسترش آزادی خواهی و تحقق عدالت در نظر بگیریم و بابیان و بهایان رو به عنوان یک پایه این حرکت در نظر بگیریم، همراه با این روند طبیعی است که تفکر بابی، بابیان و بهایان هم مورد غضب قرار گرفتن، و این شد که امروز در مقام ایستادیم که حداقل خوشبختانه در سالهای اخیر این نگاه بیشتر شده، با فاصلگی از تهجر، با به اصطلاح بیان برابر حقوقی برای همه انسان ها، نگاه جامعه از بطن تاریخ به هممیهنانمون دگرگون شده. امیدوارم که خطاهایی که به اصطلاح در دوران مشروطه باعث شد که بخش زیادی از هممیهنانمون، هممیهنان بهایی و بابی، آسیب ببینن، اعدام بشن و مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، در حرکت‌های نوین اجتماعی آنچنان برخورد بشه که به هممیهنانمون به واقع به عنوان انسان نگاه بکنیم و اونگونه تصور نکنیم که چرا مثلا خب بهائیان نمیان در فلان چیز دخالت نمی کنن. فارغ از این که یک فرد در یک جنبش اجتماعی شرکت بکنه کنه، نافی حق او و نافی حقوق او نیست. و خوشبختانه من فکر میکنم بخش بزرگی از جامعه ما و مردم ما به این سمت دارن میرن که حضور یا عدم حضور مردم رو در جنبش ها و حرکت های اجتماعی مبانی حق قرار نمیدن، بلکه فارغ از این که چه کسی حضور داره یا حضور نداره، حق و حقوقش مورد شناسایی قرار میدن. بله، امیدوارم هستم که این نگاه روز به روز گسترش پیدا بکنه، هم از جانب هممیهنان غیر بهایی، هم از سوی هممیهنان بهایی و سوی همه انسان ها، که ما همه پیش از همه چیز انسان هستیم و
تفاوت هامون رو نباید مبنای عدم همکاری قرار بدیم، بلکه اشتراکاتمون رو باید مبنای همکاری قرار بدیم برای حقوق مشترک، برای اهداف مشترک و برای آرمان های مشترک. ممنون از دکتر پرویز عزیز، ممنون از همه شما که حوصله کردید. من سعی کردم خیلی مختصر و مفید بیان بکنم، بیشتر به صورت شاید تیتروار اشاره کردم که خب دوستان علاقمند هستن، حتما میرن و مطالب رو جامع‌تر و کاملتر پیگیری میکنن. یک بار دیگه از همه شما، از دکتر پرویز، از دوستانم و دستاندرکاران رومتون تشکر میکنم، به امید اینکه بتوانیم برای برون رفت از مشکلات و مسائل جامعهمون بیشتر و بیشتر با هم همفکری و همراهی داشته باشیم. ممنونم، مرسی. موقع موقع سوالات هست و امیدوارم که دوستان عزیز دست بالا کنند و در بحث ما شرکت بکنند. صحبت از انقلاب مشروطه است که در انقلاب مشروطه چه اتفاقاتی افتاد و چه نتیجه‌ای میتونیم از این تجربه تاریخی بگیریم. تا دستی بالا بیاد اولین سوال رو خود من مطرح میکنم. جناب حمیدی، بعضی مواقع آدم در بعضی از نوشته ها که دقت میکند و یا موقعی که به حرف دیگران گوش میکنیم میبینیم که میان و جنبش مشروطه و یا هر جنبش دیگری رو به نیروهای خارجی، به ممالک خارجی نسبت میدند و من در صحبت شما اصلا این مسئله رو ندیدم. میخواستم اگر محبت کنید و نظرتون رو در این مورد بیان بکنید خیلی ممنون میشم، که آیا واقعا در جنبش های آزادی خواهانه این ممالک دیگر هستند که شرکت دارند یا نه این ذات ایرانی بالاخره کار خودش رو میکنه. متشکرم اگر این سوال من رو جواب بدید. خیلی ممنون میشم، میکروفون در اختیار شماست. اولا اون چیزی رو که در ارتباط با مسئله خارجیان گفتید آقای دکتر، و الان رها شد کتی جان، مایک شما رها شده است. در ارتباط با خارجیان میشه گفت حتما میدونید در دوران مشروطه اون دو کشور بزرگی که به اصطلاح بیشتر و بیشتر در ایران نفوذ داشتن انگلیس ها بودن و روس بود. یعنی هنوز در اون زمان ما از آمریکا هیچ اثر پایی نمی‌بینیم و بعدم حسب رفت آمدهایی که در دوران قاجار به فرنگ و اروپا خصوصا فرانسه صورت گرفته بود، بخشی از افراد از جمله ملکم خان و افراد دیگر تو این رهگذر تحت تأثیر قوانین و مناسبات اونجا قرار گرفتن. ولی از اونجایی که هم انگلیس و نمایندگانش در ایران فرانسه است کردم، سلام آریان عزیز، کجا گفتم فرانسه گفتم، اگر اشتباه کردم ببخشید من رو، و هم به دلیل به سلامون استدعا میکنم، هم به دلیل اون مواردی که منافع دولت انگلیس بود، هم به خاطر منافعی که دولت به اصطلاح روسیه داشت، اصولا نمیشه گذر اینها رو در حمایت از مشروطه خواهان دید. به عبارت دیگر بعد از اون قراردادهایی که به عنوان قراردادهای ننگین و سلطه‌آور ازش یاد میشه، چه توسط دولت انگلیس چه توسط دولت روس،
به واقع اهداف مشروط خواهان مبتنی بود بر گسترش آزادی و به صلاح تحقق عدالت و رفع سلطه ظلم و به همین دلیل میشه از تأثیر گرفتن مشروط خواهان و گروهی از اونها از یک سو و جنبش بابی از سوی دیگر که بهش اشاره کردم به صلاح اشاره داشت، ولی اینکه یک دولت خارجی یا حکومت خارجی به طور مشخص و معین، باز عرض میکنم، در جنبش مشروطه یا انقلاب مشروطه بوده باشه، نه، حداقل من ندیدم. من بگم نه که ممکنه این گونه سوء تعبیر بشه که من در اون دوران بودم، حداقل من ندیدم. ممکنه مثلا گروهی حسب تمایلاتی که دارن، مثلا بعدها طرفداران شیخ فضل الله نوری این گونه چیز میکردن که بله، مثلا غربی ها در این قضیه نقش داشتن که میخواستن، یا مثلا بیان میکنن که روزها و انگلیس ها با وجود آوردن بعد از جنبش بابی، با ایجاد دیانت بهاییت، سعی داشتن که به نوعی نفوذ بکنن، ولی اینها رو نمیشه به عنوان مستندات به اصطلاح تاریخی، اونم در عرصه جنبش های اجتماعی، لحاظ کرد. یک نکته ای رو که من تمایل دارم بیان بکنم اونم اینه که به اصطلاح تقابلی رو که تفکر شیعه با بهاییت داره فقط و فقط در عرصه مذهبی و دینیش میشه مورد ارزیابی قرار داد، و طبیعتا ردیه هایی که اون تفکر می نویسه و یا دفاعیات که این طرف قضیه دارن بیشتر روی این قضیه است. برابر این اساسا به حرف ردیه نویسان در حوزه به اصطلاح نفوذ دولت های خارجی و یا حمایت های غربی یا انگلیس در جنبش مشروطه توسط ردیه نویسان نمیشه تو تاریخ جنبش های اجتماعی بهش زیاد بها داد و به سندیتش مراجعه کرد. اون چی که اهمیت داره اینه که به اصطلاح به خاطر اون اوایلی که دوران به اصطلاح ارتباط با فرنگ و خارج از کشور خصوصا اروپا شکل گرفت و ترددها و رفت آمدهایی که میشد، طبیعتا همه از این امکان برخوردار نبودند. گروهی از درباریان، شاهزادگان و افراد تراز اول زمان بیشتر مراجعه میکردند به فرنگ، و جالب این بود که همون گروه وقتی رفتن به فرنگ و وقتی برگشتن، با الهام از اون قوانین، از اون مناسبات، آمدن بنیادهای مشروط خواهی رو در کشور گذاشتن. بنابراین تأثیر از یک امر به منزله یا به معنی نفوذ پدیدآورندگان اون تفکر در یک کشور محسوب نمیشه، چرا که خود فرانسه هم، حالا اگرچه انقلاب کبیر فرانسه بود به عنوان اولین اقداماتی که بعدها در منشور حقوق بشر میشه بهش استناد کرد، ولی حالا شما فرانسه رو بگذارید، مثلا کشور هلند، خود هلند که فی نفسه بدعت گذار نبوده، هلند از یک سری مناسبات متمدنانه در جامعه بشری به نفع خودش استفاده کرد و جامعه خودش رو به سمت توسعه و برابر حقوقی به صلاح هدایت کرد. بنابراین من خودم شخصا با این قضیه برخورد نکردم و خوشحالم میشم که اگر دوست یا دوستانی باشن و بگن که آره، مثلا فلان کشور، فلان دولت آمده به طور مشخص از این گروه از مشروط خان حمایت کرده و به اونها امکانات مالی، تفنگ و یا تسلیحات داده برای اینکه بخوان مثلا برای دربار بجنگن یا برای روحانیون بجنگن. در این حد میتونم این موضوع شما رو بهش اشاره بکنم. متشکرم جناب حمیدی. اتفاقا منم با شما هم عقیده هستم. من معتقد هستم کسانی که انقلاب مشروطیت یا هر جنبش اجتماعی رو به ممالک خارج، یا بهتر بگیم به ممالک استعماری یا استثماری نسبت میدند، در حقیقت از ذات خلاقه جامعه ایرانی بیخبرند. با
با همه اختناق مذهبی در سرتاسر دوران تاریخ ما، با وجودی که مخدوش هست، ما میبینیم که روشنگران و روشنفکران زیادی با ابتکارات جالبی خواستند که جامعه رو به پیش ببرند، اما متاسفانه به علت جاهلیت توده مردم که به عمد جاهل نگه داشته شده بودند، این جنبش ها سرکوب شد و بسیار متاسفم که بگم اونایی که با توده مردم سر و کار داشتند که بیشتر علما بودند و اهل منبر، این توهم رو به وجود آوردند و نهادینه کردند که ایران محیطی برای جنبش اجتماعی نیست و اگر جنبش اجتماعی صورت میگیرد، این زائیده دست نیروهای خارجی است. حالا این رو به عنوان مقدمه ذکر کردم. سوال دیگری برای من پیش میاد و اون عبارت از این هست که خب عرض کنم که ما در جنبش مشروطه نتونستیم نتیجه بگیریم، در کودتای رضا شاه و انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی نتونستیم نتیجه بگیریم، با رفتن رضا شاه و آمدن محمد رضا شاه و حمله متفقین به ایران که تقریبا آزادی نسبی به وجود آمد نتونستیم نتیجه بگیریم، با حرکت اختلاف برانگیز مصدق از یک طرف و جناح مذهبی از طرف دیگر نتونستیم نتیجه بگیریم و بالاخره به اتفاقات سال 1979 میرسیم. این عدم نتیجه گیری علتش چی هست؟ ریشه در کجا داره؟ و اگر ما این ریشه رو پیدا بکنیم، فکر میکنم که خواهیم توانست راهی به سوی آیندهی قانونمند داشته باشیم. متشکر خواهم شد که نظر شما رو در این مورد بشنوم. میکروفون در اختیار شما جناب حمیدی، بفرمایید. بله، ممنونم دکتر پرویز عزیز. آریانای عزیزم، ایشون هم ظاهرا نظری داشتن. من یاد زندیات محمد مختاری میفتم، این رو از روی نه فروتنی نه هیچ چیز دیگه هم نیست، ولی خب سعی کردم درس های زیادی از رو یاد بگیرم. برابر این با نقل صحبت او در یکی از شبهایی که قبل از جان ستاندنش با هم بودیم، در یک جمعی نشسته بودیم و دوستی هموطنی گفت من یک سوال یا پرسش دارم. محمد بر اون حالت فروتن و مثلا خیلی موقری که داشت گفت اجازه بدید که ما از لفظ پرسش و پاسخ و یا سوال و جواب استفاده نکنیم، بلکه تو این حالت اون کسی که میگه حالا سوال دارم، مخاطب و پاسخ دهنده رو در این مقام میگذاره که خب به همه چیز آگاست، ما با همدیگر گفتگو میکنیم، طبیعتاً از دل این گفتگو میتونه قضیه ها در قالب به اصطلاح طرح یک موضوع و جواب از ناحیه دیگر و یا طرح موضوع از فرد کسی دیگر مطرح بشه.
و طبیعتا من خودم رو دکتر پرویز اصلا و ابدا در مقامی نمیدونم که شما از من پرسش بکنید. من کوچیک همه دوستان هستم و فقط و فقط تلاشم تقسیم شدن با یکدیگر هست، چون شما بزرگوار هست. اما در خصوص این که چرا تا به امروز ما نتیجه نگرفتیم، من فکر میکنم که باید ریشش رو در همون تفکر مشروطه مشروعه مورد ارزیابی قرار داد. همونطور که میدونید به اصطلاح تاریخ ایران رو حداقل اخیراً روش توافق بر این شده به لحاظ تحولات به قبل از مشروطه و بعد از مشروطه تقسیم میکنن. خب قبل از مشروطه مناسبات و داستانهایی که وجود داره و داشته برای دوستان معلومه، یا برای اون گروه از دوستانی هم که نیست خب میتونن با مراجعه به کتب اون رو به دست بیارن، و بعد از مشروطه هم مناسبات خودش رو داره. بعد از مشروطه اون چه که به سلام میشه روش خیلی انگوش گذاشت قانونمندی در جامعه است، و این قانونمندی در جامعه به واقع دست حکام رو در به سلام سلطه قانونی اونها باز میگذاره. و همونطور که من اشاره داشتم و شما هم به تأکید و اشاره عنوان کردید، در ماده دوی متمم قانون اساسی مشروطه بیان میشه که شاه باید اهل شریعت باشه یا مسلمان باشه و مدافع شریعت باشه و برای انطباق قوانین با شرع اسلام 5 مجتهد و علمای وقت هم باید شرکت داشته باشن. به واقع همین موضوعات که افراد از قبل همین قضایاست که میان با مبنا قرار دادن اون قانون و با باج دادن به اون تفکر مشروع خواه یا تو قالبای مختلف در دوران مختلف اونها رو برای سلطه خودشون فراهم میکنن. البته اگرچه به اصطلاح روحانیون در دوره های مختلف روی کردها و عمل کردهای مختلف داشتن و چه بسا در مخالفت با حکام هم گاهی اوقات صحبت میکردن، که بیشتر و بیشتر این از جنبه های به اصطلاح دفاع از مردم، بلکه قرائت و برداشتی که از دین ارائه میدادن با یا فتاوایی که صادر میکردن اونها مبانی به اصطلاح ضدیت و مغایرت با دین رو داشت. در همین منظر ما میبینیم که مثلا در دوران بعد از کودتای رضا شاه که او خودش رو یک فردی جمهوری خواه معرفی میکرد و مثلا در دستجات آشورا تاسوعا می آمد قمه سرکلش رو با مالیدن حالا گل و عزاداری به نوعی خودش رو از پیروان خاندان شریعت و مسلمان معرفی میکرد، بعدها به دلیل اون ضرورت هایی که در انقلاب مشروطه و پیش از اون بهش پافشاری شده بود در شکل گیری دستگاه قضا و همچنین در ضرورت هایی که تو دیدارهایی که رضا شاه با سفرهای خارجی خصوصا آتاتورک داشت به اصطلاح آمد و یک سری به لحاظ ظاهری پر روحانیون رو قیچی کرد. اما این قیچی کردن تا اونجایی ادامه داشت که به اصطلاح سلطه خودش رو و سلطنت خودش رو و حکومت خودش رو تهدید نکنه، و اون بعد می اومد از طرق دیگرم به روحانیون باج میداد. از جمله حتما می دونید که من این رو در اون تحقیق خودم آوردم، دستور به دفترخانه ها بود برای عدم ثبت ازدواج هممیهنان بهایی، و به همین دلیل به اصطلاح می توانست از این طریق دل اون آدمایی رو که با بهایان مخالف هستن به دست بیاره. این قضیه بعدها و بعدها باز هم در
دوران پسر ایشون محمد رضا پهلوی شکل گرفت و روی اصلاحات اراضی، روی قوانین ایالتی و ولایتی و نقشی که به صلاح در تقسیم اراضی پیدا کرد و مخالفت هایی که آقای خمینی از منظر مسائل خودش به صلاح به وجود آورد و بعدم مسئله تبعید ایشون، ولی دیدیم باز هم اون چیزی که به صلاح مورد توجه حتی محمد رضا پهلوی هم قرار گرفت، نه محدود کردن روحانیون شیعه، بلکه به نوعی خدمتتون عرض بکنم استفاده های ابزاری در جهت سلطه و تثبیت خودش بود. اون جایی که لازم بود از طریق آیت الله بروجردی میومد فردی به نام فلسفی میاد با آقای باتمان قلیچ اون قضیه رو در ایران راه میندازه و بعد میبینیم مثلا از این طرف قضیه هم شایعاتی میکنن مبنی بر خیلی از صحبت های دیگه. بنابراین اون چه که به صلاح مهم بود اینه که در ایران همونطور که خودتون هم اشاره کردید متاسفانه هیچگاه آزادی بیان برای همگان صورت نمی گرفته یا وجود نداشته و حتی از این قبل هم بود سوء استفاده هایی که تو عرصه های مختلف به صلاح صورت گرفت، حالا چه در خصوص دین اسلام و چه گروهی که به هر حال در ابتدای کارشون خودشون رو منتسب به دیانت بهایی می دونستن و بعدها با ورود به دستگاه به صلاح شاه و گرفتن پست و یا امکانات مثل حجب یزدانی، مثل ثابت پاسال و خیلی کسای دیگه یا حتی خود هویدا توسط مشروع خواهان و حکومت دینی به صلاح میان به عنوان بهایی معرفی میشن. تو همین ره گذر خب حتما چون آزادی بیان نبوده و یا چون اساسا تلاشی برای معرفی این گروه از هممیهنان نشده به صورت جدی، خب حتما مطالبی که اون گروه از هممیهنان بهایی هم نوشتن در خصوص ارتباطات یا اخراج یا عدم عضویت این افرادی که نام بردم، اینا همه باعث می شده که به صلاح بیان و نسبت به اون توهمی که داشتن دامن زده بشه. در یک مختصر اگر بگم اون چی که امروز ما ایستادیم، من ادامه تفکر مشروع خواهی رو به صلاح کماکان می بینم، ضمن این که در دوره جدید به نوعی روی کرده سلطنت دین رو ما در ایران شاهد هستیم که به یک حالت بسیار بسیار سخت و بسیار دشوار تبدیل شده. من همینطوری که صحبت می کردم آریانای عزیز مطالبی رو نوشتن، بگذارید ببینم که این همه یک دو یک آیا بین روشنفکری مشروطه با روشنفکری بابی نباید فرق گذاشت؟ من خودم فکر میکنم که خب روشنفکران مشروطه از یک منظر خیلی مشخص و معینی تبعیت میکردن و خود من شخصا جنبش بابی رو جنبش روشنفکری نمیدونم، بلکه یک جنبش مشخص و معینه که توانست تأثیرات خودش رو بر جنبش روشنفکری بگذاره در دوران مشروطه. در دوران مشروطه روابط با خارج از کشور، آشنایی با قوانین و اون هسته عدالت خواهی و به اصطلاح مخالفت با هیراشی مذهب و قدرت که از جنبش بابی به ارمغان رسیده بود، این مجموعه شده بود به اصطلاح روشنفکری. وگرنه باز هم من ندیدم چیزی به عنوان روشنفکری بابی میشه به روشنگری اشاره کرد، ولی روشنفکری به اون لحاظی که به اصطلاح یا منورالفکری خب تفاوت‌های بسیار دارن، اونم به خاطر اینکه اصلا روشنفکری بابی نیست یا چون وجود نداره، بنابراین فرق بسیار داره بین روشنگری که تفکرات باب. بنمایی روشنفکری باب از کجا؟ همونطور که عرض کردم من خودم به مفهوم روشنفکری بابی
استفاده نمی کنم یا باور ندارم، ولی در عرایزم عرض کردم توی اون شکلگیری اندیشه مهدویت و هیراشی که مذهب و قدرت در خدمت هم دیگه بودن، بعدها وقتی جنبش باب صورت گرفت و از اونجایی که برای عامه مردم اصولا مهدی یا ظهور امام زمان به عنوان یک مصلح و عدالت خواه مطرح می شد، هسته مرکزی اندیشه های باب و جنبش باب رو من عدالت خواهی می دونم و به صلاح ضد سلطه بودنش، چه در حوزه مذهبی و چه در حوزه اجتماعیش. و اون چیزی که توانست بخش زیادی از مردم رو به خودش جذب کنه، نه به خاطر به صلاح شخص باب، بلکه اون اندیشه ها بود که آمده بود در قالب یک مصلح و در قالب عدالتی که مردم از جور و ستم به تنگ آمدن خودش رو مطرح کرد و پیروان خودش رو پیدا کرد. قافل سالار یا پیروانش که خب همون باب هست و به عبارتی جنبش یا اون حرکت شیخیه بود آریانای عزیز که شکل گرفت و به واقع با حرکت گروه شیخیه که به عنوان آخرین قبل از جنبش باب به عنوان آخرین قرائت از مهدویت بود که بعدها باب جنبش خودش رو با تأسی و تأثیرگیری از همون گروه شیخیه که شیخ حسن محمد احسایی بود پایگذاری کرد و موضوع مهدویت و ظهور امام زمان یا ظهور امام وقت رو مطرح کرد که مهمترینش اون بود. طبیعتا اولین کسانی که به باب پیوستن طاهر قرة‌العین بود که البته باز هم داخل پرانتز اشاره می کنند که علاوه بر حالا گرایش های فکری که زندیات طاهر به باب داشت، یک روابط عاطفی هم بین این دو بوده که این رو فقط در حد بیانه، هیچ سندیتی ازش عنوان نشده، چون کسی بود که در بدشت بعد با پیروی از تفکرات باب توانست اون سخنرانی معروف خودش رو و به اصطلاح برداشتن روسری رو انجام بده. در مورد چهارم، ببینید یک چیزی که به اصطلاح تو تاریخ ما یا تو تا به اصطلاح بیان ما بین بابیت و بهاییت تفاوت‌های بسیاریه، متاسفانه به خاطر تبلیغاتی که اهل تشیع و روحانیونی که تو این رهگذر حالا به نوعی جنبش بابی و بهاییت رو برای خودشون مطرح می‌کردن، این همانی این دو قضیه است. در صورتی که جنبش بابی به لحاظ بنیان‌های فکری و نظری بر یک مفاهیم دیگری استوار هست و بهاییت همونطوری که دیشب یا پریشب گفتم خدمتون، با تأثیرگیری از این جنبش توانست یک دیانت جدید رو پایگذاری بکنه. در جنبش بابی یا در حرکت بابی ما به صلاح انشعاب نیبینیم، ولی در خود دیانت بهایی یا بهاییت ازلیان و بهاییان رو میبینیم که خب اون خودش یک داستان دیگه است. بنابراین ضمن این که هسته های شاید بخش زیادی از دیانت بهایی برگرفته از نگاه و اندیشه جنبش بابی است، ولی طبیعتا دو مقوله متفاوت هستند، ولی متاسفانه در تاریخ ما هم به بابیان هم به بهاییان هر دوشون با حفظ احترام برای هم میهنان به عنوان فرقه ظالم نام میبرند، در صورتی که به واقع این گونه نیست، چون دوتا داستان متفاوت هستن. حالا امیدوارم که به اصطلاح یک شبی بشه راجع به تفاوتهایی که جنبش بابی و حرکت بابی یا بابیت داشت و بعد بهاییت، البته خود دوستان صاحب نظر هستن، در این رهگذر صحبت بکنن، من هم بیاموزم. روشنفکری مشروطه در مجموع بر دین بابی را قبول نه، باز هم یکی از مشکلاتی که به صلاح وجود داشت آریان جان همین قضیه بود که
بهاییان و گروهی از بابیان چه از سوی مشروطه خواهان چه از سوی مخالفان مشروطه به اصطلاح مورد نقد و انتقاد قرار می گرفتن، البته با درجات مختلفی، چون از یک سو مخالفان مشروطه بهاییان رو به مشروط خواهی یا مشروطه رو به بهایان نسبت میدادن و به خاطر مخالفت با خودشون میگفتن اینا مخالف دین هستن، و سوی دیگر روشنفکرانم چون بهایان از قانونمندی و مدنیت و عرف در مقابل شریعت دفاع میکردن، اونها فکر میکردن که به اصطلاح تو این رهگذر بهایان طرفدار حکومت هستن و به خاطر همین سوء تفاهمات و عدم گفتگو و فشارهایی که در جامعه بود همواره این جای ابهام وجود داشته، ولی به هر حال با همدیگه تقابل داشتن، یعنی نتوانستن همدیگر رو و اون کس یا افرادی که تو این رهگذر کوتاه آمدن، باید بگم که هممیهنان بهایی و رهفاهیم اجتماعی هستن، حداقل با توجه به نسل سوم حقوق بشر. این مفهوم نگار نوشتن بدون دغدغه باشه، برای یک سیاستمدار مردمی مشارکت و دخالت مردم باشه، برای یک سیاستمدار ضد مردمی اعمال سلطه باشه، برای یک مثلا سیاستمدار مذهبی پیروی مردم از شریعت باشه. بنابراین این مفهوم، اگر ما بیایم مفاهیم اجتماعی رو ابتدا به ساکن به عنوان پایه و اصل علوم سیاست لحاظ بکنیم، بعد اون موقع می توانیم به اصطلاح تبیین معانی این مفاهیم تو حوزه اجتماعی برسیم. اینکه این همه جدالم هست بر سر تبیین مفاهیم، نه به خاطر پیچیدگی اون مفاهیمه، بلکه به خاطر پیچیدگی دیدگاه های سیاسیه که اونم من فکر میکنم باید به نوعی این چند رنگی رو پذیرفت. خب امیدوارم که تونسته باشم که در این فاصلهی که با شما صحبت میکردم یه اشاراتی هم به اون مطالبی که شما داشتید داشته باشم و با هم دیگه هم نظری کرده باشم. ممنونم، مرسی دکتر پرویز، باز هم در خدمت شما هستم. مرسی جناب حمیدی، با امتنان از حوصله و صبر شما و اینکه جوابگوی سوالات دوستان هستید. پرواز را به خاطر بسپار، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. درود حضور دوستان عزیز. جناب حمیدی ممنون از صحبتتون. دو نکته اشاراتی کردید. سوال من در مورد موضوع اصلی صحبت شما جنبش مشروطه نیست، بلکه دو اشاره که به صورت که تلویحاً شد. یکی این که عباس هویدا هرگز عضویت جامعه باهایی رو نداشته، در حالی که حبیب ثابت و هوژبر یزدانی هر دو عضویت رسمی جامعه باهایی رو داشتن. عباس هویدا پدری داشت که باهایی بود و او پدرش هم به لحاظ شرکت در سیاست و قبول پست سفارت از جامعه باهائی کنار گذاشته شد و عباس هویدا هرگز عضویت جامعه باهائی رو نداشت. نکته دوم، فرمودید که بین طاهر و باب یک رابطه عاطفی هم بود، که من این رو برای بار اول هست میشنوم. اگر ممکنه در این رابطه توضیح بدید که آیا مدرک تاریخی هم دال بر این ادعا هست یا نه، و نوعی که شما صحبت کردید دلیل وجود این رابطه عاطفی رو اون خطابه یا گفتاری دونستید که
طاهره در بدشت انجام داد. تا اونجا که من میدونم طاهره و عباب هرگز ملاقاتی نداشتن. این رو مطمئن نیستم، اگر دوستان دیگه در این باره اطلاعی دارن یا جناب حمیدی، ممنون میشم که روشن بفرمایید. مرسی. بله، مرسی لحظه جان، خیلی ممنون. بله، اون چیزی که شما گفتید با اون چیزی که بنده گفتم هیچ منافاتی نیست، چرا که من گفتم که بعدها وقتی که به اصطلاح توسط همون تفکر شریعتگرا و مشروع خواه بعدها آمدند و مثلا در تبیین درستی نظرات خودشون، مثلا آقای ثابت پاسال یا حجب یزدانی رو به دلیل ورود به دستگاه و آقای هویدا رو به دلیل همون موردی گفتید مال پدرشون هست، درستم هست، اونها رو بهایی نسبت دادن. و اصلا مرادم و هدفم از طرح این قضیه این نبود که اونها با دستگاه بودن، بلکه میخواستم این رو بیان بکنم که وقتی آزادی بیان و آزادی شناسایی به صلاح وجدان یا انتخاب عقیده در یک کشور وجود نداشته باشه، اینجور سوء تفاهمات تاریخی پیش میاد. و به همین دلیل هم هستش که چه بسا این که هممیهنان بهایی ما در اون دوران اطلاعی هایی دادن یا مطالبی رو عنوان کردن، ولی چون یا دیده نمی شدن یا نمی گذاشتن دیده بشن یا حالا این ارتباط وجود داشته، به هر حال وسعت آگاهی مردم به همین دلیل در اون حدی میمونه که حاکمان از او صحبت میکنن و بعد هم حکومت دینی از این قضايا به نحو خودش کمال سوء استفاده رو کرد. اما در خصوص رابطه باب و رابطه عاطفی که گفتم و طاهره، اون چیزی رو که مطالعه کردم الان ذهنم خدمتون میگم و اگر لازم شد باز مراجعه میکنم به اون کتاب. اولا رابطه عاطفی رو که گفتم به اصطلاح با خیلی احتیاط هم بیان کردم که چون بیان شده هیچ سندیتی هم عرض کردم وجود نداره و لزوم این رابطه هم به اصطلاح ارتباطش ندادم به سخنانی که زندیار طاهره در بدش انجام داد، بلکه به عنوان یکی از اولین پیروان اندیشه های باب به اصطلاح آمد و اون کار رو کرد. خب حتما میدونید پدر طاهره، زندیار طاهره، از مسلمانان و از عالمانی بود که در دوران خودش بود و به تبع همین قضیه در یک خانواده حالا آگاه نسبت به زمان خودش زندگی میکرد و به واسطه قرائت‌ها و برداشت‌هایی که با اندیشه‌های باب گرفته بود به اصطلاح توانسته بود با این اندیشه آشنا بشه و اون رابطه عاطفی و اون چیزا هم که عنوان میکنن شاید حالا دیدار شده یا نشده، من به واقع نمیدونم چون هیچ سندی گفتم وجود نداره، شاید اون علاقمندی هایی که به اصطلاح وجود داشته در حوزه مکاتبات بوده، چرا که به اصطلاح شعر چهره به چهره که از زندیار طاهره هست به اصطلاح در زمانی که باب رو میگیرن نسبتش میدن به اون دوران که همون شعر معروف، گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، شهر دهم غم تو را و نکته به نکته مو به مو. او رو در ارتباط حالا یا از جنبه اندیشه و علاقمندی که به اندیشه ها و آرای باب پیدا کرده بود و یا اینکه در قالب این اندیشه و ارتباطات حالا مکتوب یا پیک داشتن توانسته بودن مثلا با همدیگه ارتباطات عاطفی هم بگیرن، که باز هم عرض کردم من خودم شخصا به هیچ سندی بر نخوردم و به واسطه قرائت ها و برداشت هایی که
از یا گمان زنی هایی که صورت میگیره چون این چیزی بیان میشه. در همین حد میتونم بگم لحظه جان و امیدوارم که دوستان دیگر تکمیل بکنند این عرایض رو. مرسی. صحبای عزیز منتظر موضوع و مطلب شما هستم. متشکرم جناب حمیدی. فقط شعر طاهره رو تکرار میکنم: گر به تو افتادم نظر. بنابراین خود این شعر نشان دهنده این هست که نظر نیفتاد و شما بهتر از من میدونید که بعد از وقایع بدشت دیگه باب رو تیرباران کردند و در نتیجه این نظر اتفاق نیفتاد. پرواز را به خاطر بسپار. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. مرسی، ممنون جناب حمیدی از اینکه فرمودید در این رابطه سندی شما ندارید، ولی به لحاظ اینکه در جای در کتابی نوشته شده لازم دونستید که مطرح کنید. راجب طاهره بسیار نوشته شده جناب حمیدی و بسیار هم گفته شده، بر سر منابر صحبت‌هایی کرده شده که اونها هم مدرک و دلیل یا سند تاریخی ندارن و صرفاً به خاطر اینکه شنیدن و گفته شده اونها تکرار میکنه. منتها من از فردی در موقعیت شما این انتظار رو به خودم اجازه میدم که داشته باشم که شما بازگوی سخنانی که گفته شده در جایی که خودتون اقرار میکنید مدرکی ندیدید نباشید. در مورد اینکه اشعار طاهره به نوعی هست که نماینده یا نشانگر رابطه عاطفی هست، اگر به مجموعه اشعار طاهره و اصولاً نثر و شعر عرفانی ایران توجه کنیم، می‌بینیم که همه جا و همیشه ابراز عقیده عرفانی در ایران به صورت سخنان عاشقانه مطرح شده. نمونه ما کم نداریم. من مقصود من از کعبه و بتخانه توی، تو مقصود توی، کعبه و بتها خانه بهانه. به همین دلیل هست که افرادی که صرفاً به پوسته این گونه روابط نگاه میکنن حتی از مولانا و شمس هم دریغ نکردن و بین اونها هم یک نوع رابطه خاصه آنچنانی قائل هستن. من فکر میکنم اگر ما در به حدی از روشنگری و روشن فکری رسیدیم که روابط خارج از ازدواج رو حق انسان ها بدونیم و حتی روابط بین جنس موافق رو قانونی اعلام بکنیم، دیگه نباید زیاد برامون جالب باشه که اگر یک فردی در جایی چنین چیزی گفته یا نوشته ما اون رو لزوماً بیایم ابراز بکنیم، در جایی که اصولاً اگر هم چنین رابطه‌ای بوده یا نبوده تأثیری در فعل و انفعالات اجتماعی سیاسی و جنبشی که باب و طاهره به وجود آوردن نداشته.
متشکرم. به هر حال جناب آریا در تکست خطاب به من نوشته بودن که چطور میتونی از قول کسی که نیست مطلبی بگی. جناب آریا، من از قول هیچ کس هیچ چیز نگفتم. این رو به خاطر اصراری که دوستان داشتن که من به تکست شما پاسخ بدم میگم. من از قول کسی چیزی نگفتم. دوست دیگری در پی ام نوشتن که از من سوال کردن که چرا پدر هویدا از جامعه باهائی اخراج شد. عرض کردم که به خاطر شرکت در کارهای سیاسی و ایشون در پاسخ نوشتن همین مشکلتون، چون قدرت ندارید. همینه میکشنتون چون قدرت ندارید. فکر میکنم جناب حمیدی، دوست عزیزی که به من پیم دادید، پاسخ شما رو دادن. در واقع در صحبتهاشون شرکت یا عدم شرکت گروه یا فردی در کارهای سیاسی دلیل موجهی نیست برای فردی یا حکومتی یا گروهی که این افراد رو کشتار کنه. ممنونم. میکروفون زد. بله، عرض ادب دارم خدمت تمام دوستان حاضر در روم و خیر مقدم میگم خدمت مهمان عزیزم. در وهله اول اگه اجازه بدید در رابطه با اون مسئله‌ای که جناب حمیدی مطرح فرمودن راجع به مسئله عاطفی که بین باب و طاهره شما به اون اشاره کردید، خیلی مشکل به نظر میرسه که همچون رابطه‌ای که شما فرمودید وجود داشته باشه. حالا گذشته از اشعار عرفانی که طاهره از خودش به جای گذاشته و با محبوب خودش آنطور صحبت کرده، باب فردی متأهل بود و دارای فرزند و همسر بود و بسیار بسیار بعید و بسیار بسیار غیر ممکن به نظر میرسه که فردی به عنوان پیامبر جدید، فردی با اون منزلت روحانی و عرفانی، تمایلاتی در اون حد در رتبه خیلی پایین‌تر از خودش داشته باشه. این بسیار بسیار بعید به نظر میرسه و خود طاهره هم با اون شأن و منزلتی که داشت، خود او هم دارای همسر و فرزند بود و طبیعتاً این بسیار بسیار بعید به نظر میرسه که رابطه‌ای که شما فرمودید به اون نحو بین این دو فرد وجود داشته باشه. طبیعتاً اگر رابطه‌ای بوده، رابطه عرفانی و رابطه‌ای بین عاشق و معشوق در حد عرفانیات و اون حالات روحانی هست. مسئله‌ای رو که جناب پرویز ایزدی فرمودن، من اگه اجازه بدید، اونطور که دیدگاه دیانت بهایی هست نسبت به شکست نهضت مشروطه و کلن عدم به ثمر رسیدن نهضت‌ها و تحرکاتی که صورت گرفته برای اینکه ما به آزادی و دموکراسی برسیم، از نظر عبدالبها این بوده که بین نهادهای اصلی مملکت، مخصوصا مملکت ایران، بین نهادهای دولتی و نهادهای مردمی هیچ وقت اون اتحاد وجود نداشت و هیچ وقت اون اتحاد به وجود نیامد. عبدالبها به کرات و مرات به این موضوع اشاره کرد که بیامیزن. ما هیچ وقت این رو نداشتیم، هیچ وقت فاصله بین دولت و ملت ما
کم نشد، بلکه یک فاصله نجومی بود. هیچ وقت به صورت شهد و شکر با هم آمیخته نشدند و خود همین باعث این بود که هیچ وقت این نهضت ها و هیچ وقت این تحرکات به جایی نرسید. این تحرکات و این نهضت هایی که برای آزادی خواهی بود به جایی نرسید. علت اصلیش رو عبدالبها بیان کرد و علت دیگه اون بود که همیشه افراد سودجویی هستند که از این فرصت ها، از این نهضت ها استفاده می کنند و اون رو به سوی اهداف و مقاصد شخصی و امیال گروهی خودشون سوق میدن و میچرخونن. همونطور که در نهضت مشروطه ما دیدیم، هیچ وقت بین گروه هایی که حتی مشروطه خواه بودند اون توافق و اون اتحاد حاصل نشد. علما جور دیگه فکر میکردن، جوری که امیال خودشون، جوری که مقاصد شخصی و گروهی خودشون تامین بشه، تجار به نحو دیگه و کلن و کلن تمام گروه هایی که حتی مشروطه خواه هم بودن در بین خودشون نتونستن اون اتحاد را به وجود بیارن. حالا تفاوت و اختلاف که بین دولت و ملت که همون مشروطه خواهان بودن که بسیار بسیار بیشتر بود و هیچ وقت به نتیجه نرسید جز با حالت اجبار و در خیلی از موارد این اتحاد یک اتحاد کذایی و سرابی بیش نبود و طبیعتاً بسیار بسیار روابطی که باید ما بین این دوتا با نهایت شفافیت و با نهایت اتحاد و وفاق بود جز یک حالت فرمایشی و یک حالت حاکم و محکوم در اون بیشتر نبود. ممنون و متشکر از فرصتی که به من دادید. متشکرم سپا جان، یک دنیا ممنون. میکروفون رو در اختیار جناب حمیدی میگذارم. بعدش حیفم میاد که این اتاق رو ببندم. بعد از جناب حمیدی با شما خداحافظی خواهم کرد و اتاق رو خواهم سپرد به همکار عزیزم سرکار خانم باران بهاری و امیدوارم که واقعا همینطور که من رو خوشحال کردید همیشه خوشحال و سرفراز باشید. ممنونم از تمام دوستان عزیزی که در بحث ما شرکت کردند و خوشحالم که این بلوغ رو در جامعه ایرانی با تمام وجودم حس می کنم که دور هم دیگه جمع میشیم، از نظرات یکدیگر ولو مخالف منتهای استفاده رو میکنیم و نهایت آرامش و احترام رو حفظ میکنیم. بقیه عرایزم رو میگذارم بعد از جناب حمیدی چون دوست دارم که صدایشون رو بشنوم. بفرمایید. بله، پوزش از شما به خاطر وقفه‌ای که ایجاد شد. و اما اشاره کردم تا اونجایی که در بیان یک موضوع، موضوع سندیت و ارجاع به مستند بودن یک پدیده هست، خود آدم وظیفه داره بیان بکنه و اونجا هم که سندیت نداره با بیانش موضوع رو مطرح میکنه. اما نکته‌ای رو که لحظه جان هم شما و هم دوستمون صحبا چیز کردن، روابط عاطفی رو حالا به برداشت من به یک روابط جنسی و سکسی تقلیل دادید. به همین دلیل این روابط عاطفی میتونه صور و شکلهای مختلف داشته باشه. حتی من میتونم بگم که حالا جدا از مسئله عرفان که شما اشاره میکنید، جدا از همه مسائل که هست، من برداشت و قرائت خودم رو یکم رقیق تر گفتم ولی خیلی قلیستر الان عنوان میکنم که بین طاهره به عنوان یکی از اولین پیروان باب و باب روابط عاطفی شکل گرفته بود. شما میتونید هر نامی به این روابط عاطفی بگذارید.
برای منی که دوست داشتن انسان شکلی یک رابطه حتی خارج از شرع و قانون برای من پذیرفته شده است، دیگه حالا رابطه طاهره و باب دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. من به این رابطه حتی به منزله احترام نگاه میکنم و به مثابه یک انتخاب. خب ممکنه در این رهگذر بعضی ها بیان و عنوان بکنن که بله، مثلا باب با اینکه زن داشته بچه داشته با طاهره روابط خارج مثلا سکسی داشته، که توضیحی که صحبای عزیز داد من فکر میکنم تأکیدی که کرد این گونه بود که اگر دوستی وارد اتاق میشد تصور میکرد که مثلا من گفتم که باب و به اصطلاح طاهره روابط جنسی و سکسی داشتن. من این رو بیان نکردم، باز هم تأکید میکنم رابطه عاطفی بوده و این که حالا گفتن یا شنیدن برای این قضیه، خودم میتونم قرائت خودم رو از بیان شعرهاش، از رابطهش، از به اصطلاح علائق و پیوستنش به جنبش بابی بیان بکنم. دوم این که همونطوری که صحبای عزیز من اشاره کردم، شاید شما در نیمه های گفتگو وارد شدید، این بود که همواره بین بابیان و بهائیان یک این همانی ایجاد میکنن، در صورتی که بر حسب مواردی که نوشته شده و مکتوبم هست، بهاءالله در سیستم اعتقادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جنبش بابی یک تغییرات اساسی و بنیادین ایجاد کرد و همونطور که عرض کردم بابیت رو یک مبنا قرار داد تا نظرات جدید خودش رو بر اون اساس بنیان بگذاره. بجز اون مواردی که تو حوزه به اصطلاح باورمندی به خدا، حالا با هم توافق بکنیم اون چیزی که گفته میشه یک بُعد آسمانی و متافیزیکی که به اصطلاح هم در تفکر بابی و هم از تفکر بهایی هست، بابیت و بهاییت یا احکام این دوتا تفاوت‌های خیلی خیلی زیاد دارن، از جمله اینکه باب به عنوان پیامبر نبود، بهاءالله به عنوان پیامبر اعلام وجود کرد و دیانت جدیدی رو گذاشت، و اما ازلیان که به اصطلاح گروهی از پیروان باب بودن، اعتقادشون بر این بود تا زمانی که تفکر بابی فراگیر نشه به اصطلاح ظهور صورت نمیگیره و تو اعتقادات خودشون موندن و طبیعتاً روی احکام باورهای خودشون بر اساس بابیت پافشاری کردن. و همین دلیلم اگرچه در خود تفکر بابی همونگونی که اشاره کردم این اختلافی و شکافی ایجاد نشد، ولی با پیدایش دیانت بهایی و آیین بهایی گروهی که تحت عنوان ازلیان بودن این رو کردن، که اتفاقا در دوران بعد از مشروطه و حتی در دوران رضا شاه و بعد محمد رضا اینها رو به اصطلاح این تفاوت ها رو لحاظ نمی کردن و همه اینها رو به عنوان بابی و بهایی و چه بسا اینکه بهایی معرفی می کردن، که از جمله اونها که گفتم در صدر مشروطه شیخ فضل‌الله بود که به اصطلاح با خواندن کتاب و لوایی که به اصطلاح وجود داشت می آمد و می گفتش که اینها در مقابل مشروطه ایستادن، اینها مقابل دین ایستادن و موضوعات از این دست. به هر حال فکر میکنم حداقل این که یک فردی، حالا مثل من، البته لحظه عزیز من لطف دارن که اگر چیزی مستند نیست بیان نشه، تو جایی که آدم بخواد به اصطلاح از یک سند تاریخی نام ببره من با ایشون کاملا هم نظر هستم، ولی جایی که تاریخ رو یه بخشیش رو به تاریخ تحلیلی
وقتی اشاره میکنیم یا تخصیص میدیم، بعد اون موقع از قرائن و شواهد میشه یک سری قرائت ها و برداشت ها کرد و اون چیزی که من گفتم سندیت وجود نداره و خوانده شده. به حال خود من هم این گونه فکر میکنم که بین طاهره قرة العین و باب روابط عاطفی، باز هم تاکید میکنم، نه جرم نه گناه نه هیچ چیز عیبی هست که بخواد اینجوری تابو بهش نگاه بشه، و نه اینکه نافی این قضیه است که باب همسر داشته، بچه داشته، پس نباید. یعنی اگر این گونه باشه که من دیدم، بعد فکر میکنم که خب یه مقدار آدم تفاوت‌های خودش رو با کسانی هم که امروز بعد از 30 سال یا بعد از 6 قرن هنوز که هنوزه بر این اساس، البته از همه شما خواهش میکنم، خصوصا لحظه جان و صحبای عزیز، که این حرف من رو اصلا به خودشون نگیرن که من منظور خاصی داشته باشم، فقط میخوام یک قیاسی بکنم که امروز هم حکومت دینی ایران بر اساس همین نگرش که وقتی یک پسر و دختر دست به دست هم میگیرن و یا رابطه عاطفی توشون شکل میگیره، اون رابطه عاطفی رو در حد خیلی از چیزها بیان میکنه، در صورتی که توی علوم رابطه عاطفی یک تعریف داره، رابطه جنسی یک تعریف داره، دوست داشتن یک تعریف داره، عشق ورزیدن یک تعریف داره، و همه اینها برای خودش تعاریف و مفاهیم مشخصه. به هر حال هیچ اصراری هم بر این نیست، این برداشت و قرائت منه و اون برداشت و قرائت شماست، لزومی هم نداره که به صلاح حتما با هم دیگه توافق باشه، زمینی که من اساسا روی اشکالات و تفاوت بین نظرها زیاد بهش فکر میکنم، ولی مانع از این نمیشه که به نقطه اشتراک با آدم ها فکر نکنم. باز هم تشکر از دکتر پرویز عزیز.